قسم به دم شهدا، قسمم قسمم به دم شهدا، اشرف اشرف بیتونا، اشرف اشرف بیتونا، فرشد فرشد یا الله، فرشد فرشد یا الله، فرشد فرشد یا الله، فرشد فرشد یا الله. با حامل به سرعت لای بچه ها همجور میمادن دادن میزدن با یه لودر از این برم با گلوله میزدن چپ و راستون رو همجور رگبار میبستن مستقیم شلیک از اون برم که خودشون میمادن با چوب و شما تمام مجروحین و همه اونجا هستن مجروحین شهدا. بعد توی یه لحظه که من همجور داشتیم غفلت میکردیم از پشت حامل اومد با ضرب زد به اون توی زانوه هم ضربه خوردن پیامیر که ما تا آخرش هستدیم تا هم تا آخرین قطره جونمون تا آخرین قطره خونمون تا آخرین لحظه حیاتمون ما پاش هستیم در اثر عبور یکی از حامرای نیروی عربی از روی پاش پاش شکسته. امروز چهارشنبه 7 مرداد ما در مزار شهدا بودیم که نیروهای عراقی به ما حمله کردن. خودم مجبورم مورد ضرب و شتم قرار گرفتم با ماشین های حاملشون و تمام خودروهاشون روی جمعیت می اومدن با سرعت از روشون رد می شدن شلیک مستقیم می کردن و این امروز اتمام حجتی بود با خامنه ای. این خونهایی که از مجاهدین ریختند به ثمر می شینه. این اتمام حجت از همین نقطه مردم ایران باید این پیامو بگیرن که اون ولایت فقیه همه شیش ریخته و پایانشه که امروز اینطوری با مزدوراش در عراق برای این خیزش هایی که در ایران بوده اینطوری حمله کرده به اشرف و این خونها رو از ما ریخته. مطمئن باشید انتقامش رو از خود ولی فقیه و خامنه‌ای و دار و دستش میگیرید. دیروز با حمله مزدور عراقی به خرگاه اشرف با الوار چند بار زدن تو سرم که برقیه خوردن
یه جای مختلف بدن از کمر و کتف و اینه که یه آسیب دیده کامل، ولی رژیم ایران فکر کرده با این کارا با این فشار که میاد میتونه ما را از حرفی که داریم از خاصی که داریم عقب بنشونه، ولی کور خونده. امید لاریجانی صحبت کرده و آدم های دیگه رژیم کور خونده، فکر کرده ما کوتاه میام با همین سر شکسته با همین سر بخته زده این باید میسیم جلو گوله هم شده باشیم میخونه، ولی کوتاه میام. راقی به حلقای اشرف با الوار چند بار زدن سرم که بخته خوردن الان تیره هوایی میزدن، بعد لودر اومد، بعد لودر اومد، بچه ها نرفتن کنار، لودر رفت عقب، بعد دو تا حامل اومدن تیره اندازه میکردن به بچه ها، رگبار باز میکردن به بچه ها، بعد من یا زخم شدم یا فرقش نیست. دوریده بودی؟ هم. کجا تو؟ پشتی شماست. اشرفیان به عهد خودشون وفادارن تا پای جان و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون به ایستادگی خودتون ادامه بدید، ادامه بدید تا سرنگونی این رژیم ضد بشری پلید.